صورت زنده از طریق فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و توییتر حزب مشروطه، همچنین تلویزیون میهن، کانال‌های یوتاب و نماد ملی همزمان پخش خواهد شد. امروز در خدمت 4 سخنران گرامی میباشیم که به ترتیب الفبا آنها را به این میزگرد سیاسی امروز دعوت میکنم. آقای میلاد آقایی، معاون دبیرکل سابق حزب سکولار دموکرات ایرانیان و کنشگر سیاسی. آقای دکتر بابک بهزادی، از هموندان حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات. بانو میترا جشنی، هنرمند، کارشناس فرهنگی اجتماعی و از هموندان حزب مشروطه ایران. و در آخر دکتر عرفان قانعی‌فرد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه. فکر میکنم که آقای قانعی‌فرد هنوز تشریف نیاوردن. درود دارم خدمت تک تک شما میهمانان گرامی. عنوان میزگرد امروز: ایران از آن همه ایرانیان است، عدم تمرکز. عدم تمرکز از 100 سال پیش در معرض توجه بسیاری از ایرانیان بوده است، ولی عملی نشد در اون زمان. برای اینکه ایران از هم پاشیده سال 1906 که هیچ زیرساختی نداشت، مادی و معنوی که بشود از آن به عنوان کشور نام برد، مجموعه ای بود از آدم ها که خیلی هم عمومشون نمیدونستن چه تعلقی به این مجموعه دارن. افرادی بودن که حتی نام خانوادگی نداشتن. خب نمیشد این رو اونطور که مورد نظر نظام مشروطه بوده داره کرد. باید اول جمع جور میکردن کشور رو. در دوره مشروطه هم، یعنی در دوره برتری مجلس یا همون مشروطه اول، نتونستن این کارو بکنن. بعدم که جنگ جهانی اومد و به مشروطه پایان داد. تازه بعد از روی کار آمدن رضا شاه بزرگ بود که کشور یک پارچه شد و زیرساخت‌هایی در کشور به وجود آمد که میشد به نام ایران بار دیگر در تاریخ ازش نام برد و موضوع عدم تمرکز منتفی شد، زیرا که با منابع بسیار محدود اون زمان کارهای بیشماری میباید انجام میشد و کادر هم نبود برای اداره مناطق. خب حکومت‌های محلی و من الان وارد شدم آقای بیت‌اللهی. لطف کنین دوربینتون رو روشن کنین جناب دکتر. باشه چشم. بفهمید خواهم کاتم بزنید. میکروفونشون بسته. صدای منو ندارین؟ بله صدای شما هست جناب دکتر. اجازه بدید خانم کاظم‌زاده دورش. خانم کاظم‌زاده میکروفونشون رو باز کنه. سپاسگزار میشم از سخنرانان گرامی، چند دقیقه میکروفوناتون رو خاموش نگه دارید. بنده بهتون اطلاع میدم که باز بکنید. سپاسگزار. ایران اون زمان بین خانها و آخوندها تقسیم شده بود. باید ایران رو از چنگ خانها و آخوندها در می آوردن. از نظر شرایط عینی هیچ زمینه ای فراهم نبود که ایران غیر متمرکز بشه. تنها راه پیشرفت ایران تمرکز قدرت در تهران بود. البته این اتفاقی است که در همه کشورهایی که گام در جهت پیشرفت و توسعه و تجدد گذاشتن اتفاق افتاده و از این مراحل رد شدن. اتفاق دیگری که افتاد، نقشه جغرافیایی اطراف ایران و اصولاً دنیا عوض شد و تغییر کرد. در این 40 ساله پس از انقلاب از اواخر دهه 80 ما شاهد فروپاشی امپراتوری شوروی هستیم و سردرآوردن کشورهای مستقل از بقای اون امپراتوری و بعد دو جنگی که آمریکایی‌ها با عراق انجام دادن شرایط رو به کلی عوض کرد. در عراق یک واحد فدرال کرد تشکیل شد زیر حمایت مستقیم امریکایی ها. در شمال ایران جمهوری های ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان مستقل شدند و اینها تأثیر کردند در تعادل
و یا در موازنه داخلی قدرت در ایران. برای اینکه اطراف ایران ایران همه پیوستگی های خونی و زبانی دارن با مناطق همجوارشون در ایران. این وضع سبب شد که حرکت هایی در درون ایران برای احراز آنچه که هویت قومی اول نامیده میشد و کم کم وحدت ملی نام گرفت شروع بشود. زمینه های خارجی فراهم شد برای اینکه آنچه که در ایران احساس میشد کم و بیش ناگهان شدت و حدت بیشتری گرفت. برای بسیاری شد مسئله روز. همینطور با فشاری که جمهوری اسلامی وارد میکند به مردم، ابعاد این مسئله بزرگتر شده و در جاهایی از ایران کار به مراحل خطرناکتری داره میرسه. خواست فدرال کردن ایران دنباله همین گرایش هاست. در پهنه تاریخ ایران حس خودگردانی محلی در بین ایرانیان وجود داشته. مردم همیشه میخواستن که امورشون رو خودشون اداره کنن و بعد احساس تفاوتی که بین زبان هاست. مردم دوست دارن به زبان مادری خودشون صحبت کنن، جای بالاتری براشون داشته باشه، کاملا هم درسته. اما بر اثر سیاست‌های جمهوری اسلامی ابعاد خطرناکی به خودش گرفته، ادعاها بالا گرفته. این ادعاها امروز زیر عنوان فدرالیسم خلاصه شده است. این مبحث رو ادامه میدیم با اولین پرسش از اولین میهمان برنامه. درود بر شما آقای گرامی. شما ایران از آن همه ایرانی ها را چگونه تعریف و تشریح میکنید؟ در عمل چگونه باید این ایده و اصل رو پیاده کرد؟ خب من درود میگم به شما بانو مهزاد کاظم‌زاده گرامی، همچنین به سه میهمان گرامی، سرکار خانم بانو میترا جشنی گرامی، جناب آقای بهزادی و دوست دورادور من جناب آقای عرفان قانعی فرد. همچنین خوشبختم که این فراخوان از مشروطه رو دریافت کردم و امروز در کنار شما هستم. در مورد عنوان من هم باید بگم که اینکه سابق درش اومده، من پیشتر هنگام دبیر کلی جناب آقای یزدیان معاون ایشون بودم و جانشین دبیر کل بودم برای 2 سال و پس از اون من هم اکنون عضو حزب نیستم دیگه، ولی به هر حال امروز در خدمت شما هستم. در مورد پرسشی که در میان میگذارید و در موردی که مقدمه‌ای که بر چه مردید و چی دید، این یکی از گره‌ها و سختی‌های کار ما هست امروز. به گونه‌ای که ما در راه دموکراسی که داریم پیش می‌ریم، همزمان باید نشون بدیم که ما یک کشور هستیم در نظم مدرن حقوقی جهانی، می‌خوایم که این ساختار ملت و حکومت خودمون رو نگه داریم و به پیش بریم، و همچنین از تعریف ها و آسیب هایی که کسانی از دوره استالین، از نظم اسلامی یا از جاهای دیگه با خودشون آوردند هم باید در امان بمونیم و پدافند بکنیم از خودمون. در این مورد اشکالی که ما داریم این هستش که ما از یورش همزمان از 2 سو روبرو هستیم، یکی از سوی جمهوری اسلامی که همزمان دارای یک نظم اسلامیه، یعنی یک اسلامیک اوردر با خودش داره، همزمان یک تمدن اسلامی رو با خودش داره، چه از آغازش چه از در دوره شکوفاییش، و از سوی دیگه ما با کسانی طرف هستیم که ایده های خلقی، توده‌ای و نظام های فرهنگی ویژه‌ای رو روی میز میگذارند که با نظم حقوقی شهروندی لیبرال آزاد جهانی سازگار نیستش، به گونه ای که تعریف ملت رو از بنمایه خودش تهی می کنند و حاکمیت به مفهوم مالکیت فرمان روایانه و دامنه گسترده اجرای حکم اون رو لغو می کنند و اون رو موکول می کنند به بخش های فرهنگی و فئودالی. یعنی ما یک همزمان یک گروه هایی رو داریم که اینها خواهان بازگشت دوران فئودالی زیر نام فدرال و با علم کردن و با اهتزاز درآوردن پرچم حقوق گروه هایی که به اونها ستم شده، اما دارای خواسته های ویژه‌ای برای پس گرفتن رعیت و زمین خودشون هستند و بنابراین خواست گروهی سیاسی رو مطرح میکنن. به 60 سال اینها خودشون میگن ما رو این کار کردیم. در
و نمونه حزب دموکرات کردستان رو که شما ببینید، اینها میگن ما 60 سال آرشیو داریم، اسناد داریم، خیلی کار کردیم، ما مباحث تئوریک داریم، ولی کاملا اینها در درازای این مدت همانند کاری که جمهوری اسلامی کرده در درازای طول خودش از دوران فدایان اسلام به بعد و ساخت ایده های زهراگین، اون چیزی که بهش میگیم ایده های زهراگین دقیقا به همین عنوان، تونستند که این فرم از نگرش رو به شیوهی سمی و نادرست به پیش ببرن، در برخی گروه ها یا در بخش هایی از جامعه بتونن که خودشون رو دارای ستمی که بر اونها رفته و یا دارای حقانیت نشون بدن. این مدل رفتار رو ما میبینیم که نمونه های عراقی اونها انجام دادند و در پیمان هایی که این خانواده بارزانی، چه پدر بزرگش که با صدام بستن، چه در دهه 90 و پس از جنگ خلیج فارس با صدام دوباره پیمان و معاهده ای داشتن و پیوسته و پیوسته همیشه شعار دموکراسی، آزادی، صلح و همه این چیزها رو دادن و آخر سر ما امروز در عراق با یک دولت فشل اتنوکراتیک، نه دموکراتیک، و در شمال عراق با شیوه‌ای از حکومت به مفهوم بارزانیکراسی و طالبانیکراسی روبرو هستیم که هیچ سویه‌ای از دموکراسی رو ما در اون نمی‌بینیم. رئیس جمهور عراق باید بر بنیاد در واقع قانون اساسی از گروهی فرهنگی انتخاب بشه که یک خانواده فئودالی در شمال عراق اون رو انتخاب می‌کنند. اندیشمندان عراق، سیاستمداران عراق یا کسانی که در راه عراق پس از صدام دست به کار زدن کاری رو کردن که در دوره صدام خب روشن بود که صدام چه کار میکنه، ولی در دوره تازه زیر نام دموکراسی راهی رو رفتند که لبنان رفته بود، افغانستان رفته بود و اینها دوباره اتنوکراسی و از نوع توافقیش اون رو هم به بار آوردن و شهروند لیبرال رو دفن کردن. بنابراین آشکار هست که ما چنین راه سوخته وحشتناکی رو نمیخوایم بریم. مردم عراق میبینید در ماهای گذشته بارها به خیابان اومدن، لال نظام طائفی رو شعار دادن، صف فریاد زدن، ولی نتوانستن قانون اساسی رو دگرگون بکنن به خاطر اینکه گروه‌های فرهنگی و نهادهای فرهنگی، چه زیر نام مذهبی و چه زیر نام قومی و اتنیکی، دارای آنچنان قدرتی شدند زیر پرچم قانون که دیگه اون رو نمیشه حذف کرد. حاکمیت، من جمله پایانیم رو بگم و پایان میدم، حاکمیت به معنای مالکیت کشور هست و این حق ملت یک کشور هست. ملت در ساده ترین تعریف و فراگیر ترین تعریف خودش یعنی اعضای یک کشور، به همین سادگی. نه نیاز هست که شما حس مشترک داشته باشید، نه زبان، نه هیچ چیزی. شما همینقدر که از نظر حقوقی عضو یک استیت هستید، ملت اون کشور هستید. تعاریف این گروه های چپ و اتنیک و اینها رو هم بریزید دور که و ارجاهای خیالیشون به سازمان ملل هم همه دروغ هستش. سپاس از شما برای وقتی که به من دادید. سپاس از شما آقای میلادی. برمیگردیم دوباره به شما با سوال بعدی. آقای دکتر بهزادی، نظر شما چی هستش؟ شما ایران از آن همه ایرانی ها رو چگونه تعریف و تشریح میکنید؟ صدای من هست خان؟ بله صدای شما رو داریم. درود بر شما، درود بر همه مهمانان گرامی، بینندگان و شنوندگان شما. وقتی ما صحبت از کشور میکنیم، ما در مورد جغرافیای سیاسی صحبت میکنیم، مردمی در اون کشور هستن و ساختار سیاسی اون کشور. ملت بدون کشور معنی نداره. ملت یک فرهنگی داره، یک ساختار سیاسی داره در یک سرزمینی، ما بهش میگیم کشور. صدای شما قطع شد آقای دکتر بهزادی. آقای دکتر بهزادی، ما صدای شما رو نداریم. تصویرتون هم قطع شد. با این حساب خانم جشنی، درود فراوان بر شما. نظر شما چی است؟ شما ایران از آن همه ایرانی ها رو چگونه تعریف و تشریح میکنید؟ سپاسگزارم از دعوتتون و همینطور من هم اجازه بدید سلام عرض بکنم خدمت مهمانان محترم برنامه‌تون
من فکر میکنم که ایران برای ایرانیان از طرح یک شعار ملی که نه به علت فقدان و به علت کمبود این شعار مطرح میشه، بیشتر برمیگرده به همون روح یک پارچه کردن و پاسخی به واگرایی ایران به اخص در عصر مشروطیت. من فکر میکنم که ایران برای ایرانیان است در حقیقت میتونه یک شعار یک پارچه کردن ایران و گرایش به ملی گرایی باشه، فارغ از هر گونه گرایشات سیاسی و همینطور تکثرهای قومی و زبانی که در کشور وجود داره. ایران متعلق به همه ایرانیان هستش و تمام ملت ایران حق مشارکت در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران رو دارن، فارغ از هر گونه قومیت و یا زبانی که داشته باشن. و از همه مهمتر این روح ملی گرایی باعث میشه که در امروز ایران، در جایی که ما الان فقدان دموکراسی داریم، فقدان سکولاریسم داریم، یک حکومت مذهبگرا و فرقگرا داریم، یک پارچگی ایران رو در شرایط بحرانی فعلی و همینطور حمایت از منابع و هویت ملی ایرانیان رو حفظ بکنه. سپاس از شما خانم جشنی. با سوال بعدی حتما برمیگردیم به شما. آقای دکتر بهزادی، صدا و تصویرتون چند دقیقه پیش قطع شد، بفرمایید. خواهش میکنم. بله، سپاس. کامپیوتر به من گفت که باید آپدیت کنم، ببخشید. به هر حال وقتی صحبت از کشور میکنیم، ما در مورد یک جغرافیای سیاسی صحبت میکنیم. جغرافیای سیاسی، ساختار سیاسی یک جامعه رو میگه. با ملتی در اونجا با یک فرهنگ، حالا فرهنگ خودش تعریف داره، شما میتونید فرهنگ رو با مثلا زبان هست، تاریخ هست، هنر هست، آداب رسوم هست، دین هست، این میشه فرهنگ. حالا بعضی قسمت های فرهنگ میتونه در نقاط مختلف متفاوت باشه. مثلا میزنم، من خودم بچه شهرستان بم هستم، افتخار میکنم از 16 سالگی هم اومدم بیرون. همین الان من میتونم برای شما یه سری واژه های بمی بگم که هیچ کی نفهمه من چی میگم، حتی کرمانی ها نفهمن چی میگم. ولی دلیل برای این نیست که بنده در بم میتونم برای خودم یه کشور درست بکنم، چون سر مثلا خوب کشاورزی داریم، ولی خب سر چهارراه به اصلاح بازرگانی تریاک هم هستیم، کل کشور میتونیم خمار نگه داریم. برای رساس ما نمیتونیم. من شوخی هم بعضی وقتا میکنم، امیدوارم که این شوخی در اصل یه طنز واقعیتی که بزرگ نماییش میکنم و اگر کوچیکش کنیم به واقعیت میرسید. برای همین بر اساس زبان یا دین در هیچ کجای دنیا کشور درست نمیکنه. ما ملتی هستیم که 3000 سال کنار هم زندگی کردیم از اقوام مختلف، و وقتی در مورد ساختار سیاسی صحبت میکنیم، دنیای پیشرفته تونسته پاسخهایی برای مشکلات پیدا کنه. شکی نیست که ما مشکل قومی داریم، این مسئله است که وجود داره و باید بهش بپردازیم. ولی تجزیه کشور، چون نمیتونیم سر موضوعات با هم کنار بیاییم، موضوعاتی که همه کشورهای دیگه باهاش کنار اومدن، نمیتونیم کنار بیاییم، دلیل نمیشه که ما کشور رو تقسیم بکنیم، تجزیه کنیم و بعد دوباره بگیم آقا میخوایم با هم یک کشور درست کنیم. این اشتباه محض این ناتوانی گروه‌های سیاسی و باید روی این کار. به هر حال در یک ساختار سیاسی که ما وقتی میگیم لیبرال دموکراسی، لیبرالیسم آزادی‌های فردی هست، دموکراسی رأی اکثریت هست. مؤلفه‌های دیگر هم داره که حالا بعداً صحبت می‌کنه. این دو هر دو رو بالانس می‌کنه. وقتی شما لیبرال دموکراسی داشته باشید، حق و حقوق همه شهروندان از نظر حقوقی برابره. یعنی شما در حقیقت شهروندا رو خودی و غیر خودی نمی‌کنید. در برابر حقوق و قانون همه برابرن. دیگه ما ستم قومی نداریم. آزادی‌های فرهنگی به همه داده میشه و در عدم تمرکز. بسیاری از کشورها که پیشرفت کردن، یک کشور دارن، یک ملت دارن، فرهنگ‌ها مختلف، ادیان مختلف، زبان‌های مختلف،
ولی تونستن با هم زندگی کنن. ما یک کشوری هستیم که اونطوری که هگل میگه نخستین ملت فرهنگی هستیم، نخستین ملتی هستیم که کشور داشتیم. ما 3000 سال تونستیم کشورمون نگه داریم و کردستان ملتی نبوده، آذربایجان ملتی نبوده، کشوری نداشته و ما با زور نرفتیم بر اونا به اصلاح غلبه کنیم بخوایم کشور درست کنیم. و این اساس در یک کلام لیبرال دموکراسی بر اساس قوانین حقوق بشر همه انسان‌ها در از نظر حقوقی با هم برابرند. این رو ما بهش میگیم یک کشور یک ملت. سپاس از شما. در تایید حرفای شما بعد اضافه بکنم که ایران تنها کشوریه که 2500 سال پیش قباله سرزمینش رو روی سنگی در طاق بستان کنده، هنوز هم موجوده، تعداد اسامی تمام استانها هم بر روی اون حک شده. سپاس از شما. آقای دکتر عرفان قانیفر، درود فراوان بر شما، نظر شما چی هستش؟ سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دوستان عزیزی که در اینجا صدا و تصویر ما رو دارن. قبلش من خدمتتون عرض بکنم که صرفاً به خاطر دعوت دو دوست قدیمیم آقای بتولاهی و آقای پاشایی من اینجا اومدم با افتخار و بنده وابسته به هیچ حزب و سازمان و گروه و دسته‌ای در داخل و خارج از کشور هرگز نبودم و نیستم و احترام خاصی که برای مشروطه ایران، تاریخ مشروطه ایران دارم. خوشحالم که در خدمت دوستان باشم. خیلی کوتاه من عرض بکنم که دو نکته حائز اهمیت هست. نکته اول آن که ما در تاریخ فعلیمون چیزی نداریم به اسم چند ملت یا ملیت ها و اگه برخی رسانه ها اصرار بر این دارن که ما چند ملیت هستیم، بنده با این سن و سالم هنوز به اون درجه از خرفتی نرسیدم که فکر بکنم ایران چند ملیت داره و ما باید صاحب چند هویت متفاوت باشیم. ما یه هویت داریم، هویت ایرانی ماست، تاریخ ما تاریخ ایران هست و ملت و پرچم ما هم مشخص است. پس بنابراین آنچه که تبلیغ میشه تبلیغاتی است سوء که من این تبلیغات سوء رو در واقع نقشه هایی است برای از بین بردن آنچه که تاریخ کهن ما ازش یاد میکنن هست و بنابراین من تصورم بر این هست که در راستای تحقیق تاریخی اگه ما حرکت بکنیم، ما یک هویت داریم، یک تاریخ داریم و زبانهای مختلف دلیل بر این نمیشه که ما هویت خودمون رو زیر پا بذاریم و از بین ببریم. سپاس از شما آقای قانیفرد. شما پژوهشگر تاریخ خاورمیانه هستین. چند سوال تاریخی داریم که در ادامه برنامه از شما پرسش خواهیم کرد. سوال بعدی که برای ما ارسال شده آقای از شما آغاز میکنم. فکر میکنید فدرالیسم بالاترین و کاملترین فرم دموکراسی است؟ خب اصلا فدرالیسم ربطی به دموکراتیک بودن الزاماً نداره. ببینید، ما یک کانسپت یا یک مفهومی از فدریشن داریم، یعنی اینکه شما بخش‌های جدا از همی رو دارید، اینها در یک پروتکلی به خاطر هماهنگی‌ها و افزوده شدن توانایی‌ها و یا انجام کارهای بهینه به دست آوردن سود و یا چیزهای دیگه به همدیگر می‌پیوندند و یک واحد بزرگتری رو برای همکاری یا افزایش کارایی به دست میدن. این میتونه در سازمان‌ها، اداره‌ها، دولت‌ها و یا جاهای مختلف انجام بشه. در نظام‌های سیاسی شما در همه جا این رو می‌بینید که این شکلی به پیش میره که شما ملت‌های یا استیت‌های کوچیکی دارید که در روند ساختشون دچار فدرالیسم یا شیوه‌ای از فدریشن یا یک سطحی از اون شدن و وارد یک سطحی توانایی ها در اختیارات در دولت فدرال و دولت محلی هستن. این که ما باید اصلا بذارید از یه جای دیگه بگم، این که اصلا ما وارد این قضیه میشیم که ما سطحی از خودگردانی محلی برای شهرها رو قبول داریم. بله، من در تمام گروه های سیاسی دموکراتیک و به هر حال کسانی که دستی در سیاست دارن، کنشگر هستن، میبینم که این اندازه رو با یک سایه روشنی قبول دارن و اختیارات ویژه‌ای رو هم برای
دولت در یا حکومت در بالاترین سطح اون قبول دارن و میپذیرن. بنابراین ما از یک اندازه‌ای در واقع بیرون نیستیم. تنها کسانی که بیرون هستن از این قضیه یکی خود جمهوری اسلامی به مفهوم یک نظام عقب افتاده رترگرسیو و واپسگرا که میخواد که به هر حال همه چیز دست خلیفه گری اون کانونی خودش باشه و یا اگر دست کسانی میسپاره به شکل والیهایی باشند که در نظم اسلامی در گذشته هم بوده، یا اینکه ما گروه‌های فئودالیستی داریم که اینها پادگان خودشون رو یعنی به مفهوم تفنگچی‌های خودشون رو دارن، رعیتی رو دور هم جمع کردن و حالا زمین خودشون رو میخوان و معمولا هم دروغ گویی اینها اینگونه آشکار میشه که وقتی که سخن از فدرالیسم میگن در ارجمندی تقسیم قدرت، پخش کردن نیروی سیاسی، خودگردانی شهرها و عدم تمرکز و همه اینها میگن، وقتی به پای کار که میرسه یک کاغذی جلوی شما میذارن، از شما درخواست میکنن که بپذیرید از ما که این 5 استانی که این فلان قومیت در اون ساکن هستند یا در اون هستند، این بشه مال ما. یعنی این اختلاف و دروغگویی و درویی رو میشه به راحتی در اینا دید. وقتی میخوان از زیر دست حکومت مرکزی بیرون بیان صحبت از فدرالیسم میکنن، اما وقتی که به پای خودشون میرسه میخوان که 5 استان و یا اگه بیشتر هم چنگشون برسه انجام بدن، همه رو یکاسه بکنن و زیر دست خودشون بیارن. بنابراین ما در واقعیت روی زمین از شعارها و حرفها که بریم کنار، من گمان میکنم ما با فدرالیسم روبرو نیستیم. اون پرچمداران اتنیکی یا قومی یا پادگانی در واقع اینها فئودال هایی هستن که زمین هاشون رو میخوان، پیشینه هاشون هم بیشتر فئودالیه. بنابراین من نسبتی بین الزاماً فدرالیسم و عدم تمرکز یا دموکراسی اینها نمیبینم، ولی شما به هر حال در دموکراسی های پیشرفته باید که یک سطحی از خودگردانی شهری رو داشته باشید که شهرها بتونن امور خودشون رو خودشون انجام بدن و در همه جاهای دموکراتیک هم شما این رو میبینید. خیلی چیز عجیب و پیچیده ای نیستش. نکته ای که هست و من میخوام بهش بپردازم اینه که اینها روندهای پسا دموکراسی است. یعنی شما دموکراسی رو استابلیش میکنید، میسازید، پس از اون هست که وارد ساخت این گونه مرزبندی های شهری و افزایش و کاهش اختیارات بخش ها و یا نهادهای حکومتی در بالا دست یا پایین دست میشید. سپاس از شما. خانم میترا جشنی گرامی، نظر شما چی هست؟ شما فکر میکنید فدرالیسم بالاترین و کاملترین فرم دموکراسی هستش؟ اصولا من فکر میکنم که این پرسش از بیس غلط هست، چون شکل حکومت به محتوا و ماهیت اون ربط نداره. شکل حکومت میتونه بنا به یک توافق جمعی که مردم اون کشور انتخابش میکنن و با توجه به پیشینه تاریخی و جغرافیایی اون کشور تعیین بشه، که البته فدرالیسم از نظر من وقتی شما برمیگردید به تاریخ کشورهایی که با از طریق فدرال دارن اداره میشن نگاه میکنید، میبینید مرزومن اینها چندین کشور کوچک و یا ایالتهایی بودن که خیلی مستقل و مجزا و بدون اینکه از امکانات همدیگه یا از امکانات پیوستن به یک حکومت مرکزی استفاده بکنن اداره میشدن و برای قوی تر شدن و برای در حقیقت منسجم شدن این شکل از حکومت رو برگزیدن، که به نظر مثلا شامل حال ایران نمیشه، چون اصولا ایران یک کشور یک پارچه هست و نیازی نداره به این که بخواد به صورت فدرال اداره بشه. جدا از اون قضیه، فدرالیسم یک شکلی از حکومت هست و به محتوا و ماهیت حکومت هیچ ربطی نداره. میتونه مثل همین کشورهای اروپایی ما شکل حکومت رو به صورت پادشاهی داشته باشیم و خیلی هم دموکرات و بر اساس اصول دموکراسی و حقوق بشر اداره بشه، و یا میتونه به صورت جمهوری باشه. دو تا مقوله کاملا جدا از هم هستن و ربطی به هم نداره. سپاس از شما خانم جشنی. آقای دکتر بهزادی، نظر شما چی هستش؟ بله، دوستان به درستی گفتن. ببینید، فدرالیسم از واحدهای مستقل و مجزا با هم یک تعهدی میکنن که با هم همکاری کنن یک کشور به اصطلاح تشکیل بدن. این
در رابطه با ایران مختص خودشه. ما یک کشوری هستیم که همونطور که گفتیم 3000 سال با هم بودیم، ولی در این که بخوایم به اصطلاح ایالت‌ها یا استان‌های مختلف ایران یک مقدار خودگردانی داشته باشه، فرهنگ با امور فرهنگی اجتماعی و مدنی، بهداشتی، تدریس، اون ما انجامش دادیم. 100 سال پیش اینو تایید کردیم، ادامه داشتیم، میتونیم نگاه کنیم حتی به کشورهای دیگه مثل فرانسه، شاید بهتر هم انجام بدیم. ولی در این که ایران اول 6 تیکه بشه بعد دوباره یک کشور بشه، این دیوانگی محض، اصلا هیچ آدم عاقلی نمیتونه چنین تفکری رو داشته باشه به خاطر ایران. و فدرالیسم میتونه دموکرات باشه، میتونه غیر دموکرات باشه. ما نگاهی به کشورهای اطراف خودمون بکنیم، به عراق بکنیم، کردها به ترکایی که این همه تعصب دارن روی صحبتشون، کردهای عراقی به ترکا میگن شما باید کردی صحبت کنید. در حقیقت تبعیض خودی و غیر خودی که شما در اونجا میبینید و در کشورهای اطراف میبینید به پاکشویی قومی میتونه تبدیل بشه. ما بذارید یه چشماندازی از مشکلات ایران ببینیم، بعد ببینیم حالا ما میخوایم توی این آش شل و قلمکار فدرالیسم هم اضافه بکنیم یا خیر. ببینید شما با یک حکومت وحشی جمهوری اسلامی سر کار دارید، شما باید مردم قد علم بکنن، مثلا انقلابی بخوان راه بندازن. در آن واحد کشورهای اروپایی و کشور آمریکا ادامه تحریم‌های اقتصادی رو بدن که جمهوری اسلامی پول نداشته باشه وقتی مردم ما بلند شدن حشدالشعبی رو بیاره ایران که مردم سرکوب کنه، حزب الله لبنان رو بیاره ایران که مردم سرکوب کنه، کل گروه‌های سیاسی مسئول بتونن برای یک مخرج مشترکی با هم کنار بیان که بتونن به لیبرال دموکراسی برسن، براندازی جمهوری اسلامی تازه میره توی حاشیه، یعنی پیش زمینه است. حالا ما اینو داریم، بعد میخوایم بهش اضافه کنیم فدرالیسم، یعنی کشورم تقسیم بکنیم بر این اساس، بعدم تصمیم بگیریم یکی بشیم، پاکشویی قومی هم ایجاد بشه، نسل‌کشی هم ایجاد بشه. خب در چنین مقطع زمانی نه دموکراسی مفهوم پیدا میکنه نه مبارزه با جمهوری اسلامی. اول از هر چیز ما باید کشورمون نگه داریم. شما ببین چه مشکلاتی هست که بعد حالا دوستان دارن صحبت میکنه از فدرالیسم. فدرالیسم در یک کلام در جهان سوم که هستن فقط به فقط به پاکشویی قومی و تجزیه ایران، تجزیه ایران، پاکشویی قومی، کشتا، همینو بس. سپاسگزارم. سپاس از شما. بله همینطوره. آقای قانه فرد گرامی، نظر شما چیه؟ فکر میکنید فدرالیسم بالاترین و کاملترین فرم دموکراسیه؟ عرض کنم خدمت حضرت عالی، اگر الگو مشخص باشه که مثلا خیلی خوب، حالا ما دستگاه خلافت اسلامی، اجازه بفرمایید ذره برگردم به تاریخ قبل از این جواب سوال بدم. 500 سال پیش، 510 سال پیش اگه ما برگردیم، یه حکومتی درست شد به اسم صفویه، و بعد از صفویه که اون جنایات صفویه رو اگه ما بررسی بکنیم که شاهان جنایتکار چه بلایی سر ایران آوردن، دستگاهی به اسم دستگاه شیعه‌گری در ایران قدرت پیدا کرد به عبارتی آخوندی، و این دستگاه آخوندی تبلیغش بر اینه که نه خوب بود صفویه، هویت ایرانی رو نگه داشته، در حالی که جعل مسلم. بعد یه نادرشاه ما داریم که بساط صفویه رو به هم ریخت و ایرانی رو دوباره برگردوند به اون حالت هویت اصلیش، که هویت ما نه آخوندی است نه مذهب شیعه است، بلکه هویت ما هویت ایرانی است و زبان ما زبان ایرانی است. حالا هر قومی به هر زبان محلی صحبت میکنه و یه داستانی میگه. بعد دوباره دستگاه فاسد روحانیت اومد و کمک کرد و به هر حال قاجاریه پدید اومد. 135 سال یا 125 سال در واقع دوباره یه حالت رخوت و یه حالت کندی و یه حالت نابسامانی در ایران ما پدید اومد و دوباره نهضت میشو گفت ملایان
در پای منبر و شبستانهای وحشتناک مساجد ایران رو در حالت نکبت و بدبختی فراهم کرد. این مسئله ایجاد شد، بعد ما یه رضا شاه پیدا شد دوباره از نو که سعی کرد هویت ایرانی رو دوباره برگردونه و ملاها برن زیر زمین یا به عبارتی برگردن به همون شبستانهای مخوف. و بعد ملاها این دفعه گفتن که نخیر، ما چون نائب امام زمانی حکومت رو باید خودمون تشکیل بدیم و از ناآگاهی مردم هم استفاده کردن. یک گروه های تروریستی در شبکه تروریسم بین‌المللی کمک کردن، بلوای سال 57 پدید اومد. و بعد خیلی جالب اینا میگن ما اسلامیم، ما ایران نیستیم، ما اسلامیم. یعنی مثلا شما از گفتارهای خمینی، خلخالی، حتی مهدی بازرگان، حتی افراد جبهه ظاهراً ملی نهضت مثلا آزادی، همشون میگن ما اسلام رو باید نگه داریم. شما مثلا مصاحبه نیویورک تایمز با بازرگان رو دقت بفرمایید، میگه که این حکومت خمینی یادآور حکومت 10 ساله علی هست. خب کسی هم نیست به این آقا، هیچ روزنامه‌نگاری، خبرنگاری، روشنفکری، نویسنده‌ای در اون ایام سال 57 از این آقای مترجم قرآن نپرسیده که حکومت عدل علی کجای عدل علی. ایشون چند سال خلیفه بود، سر تا سر خلافتش جنگ و خونریزی و شمشیرکشی و حتی علیه زن پیامبر هم، پیامبر عرب هم اومدن شمشیرکشی کردن. این کل داستان خلافت جناب علی. این دستگاه خلافت اسلامی شیعه در ظرف 41 سال اخیر تلاشش بر این بود یه هویت جعلی برای ایران درست بکنه به اسم ایران اسلامی و ملت بشه امت اسلامی و زیر پرچم دستگاه خلافت اسلامی ولایت فقیه مردم زنده باشه. حالا ما با همچین شبهی روبرویم، با سالهای نکبت و محنت ولایت فقیه روبرو هستیم. یه گروهی، دلم نمیاد جسارتی بکنم، شاید الان توی این برنامه ما باشن، شیرین عقل پیدا شدن که میگن ما این بلاها و بدبختی که ظرف 500 سال اخیر سر ما اومده هیچ بذاریم کنار، یه قیچی هم دستمون بگیریم، خب چیکار میخوایم بکنید؟ ایران تیکه تیکه کنیم. خب بعد فرض بفرمایید که تیکه هم شد، اولا تفکر غالب بر جامعه ایرانی آیا همراه شما هست؟ خیر. آیا نظم نوین جهانی و دیپلماسی جهان به شما اجازه خواهد داد که مثلا یه استانی رو در یه جای پیچی کنید و هر جور دلتون خواست رفتار کنید؟ خیر. کدوم قدرت خارجی هست که همراه شیرین عقلی شما باشه؟ واقعا هیچ جا نیست. اگر کشور خارجی، سازمان اطلاعاتی امنیتی کشور خارجی به شما همکاری بکنه که یک بخش از مرز رو به هم بریزید، همون بلایی که در واقع بعث سر ما آورد در سال 1357، همون بلایی که بعضی از نهادهای امنیتی وابسته به برخی کشورهای عربی حوزه منطقه سر ما آورد، دوباره ما همین بازی رو از نو ادامه بدیم که چیه؟ والا ما می‌خوایم ایران فدرال بشه. بعد وقتی هم بعضی تلویزیون‌ها متأسفانه شده محل جولان تجدید طلب‌ها و وقتی هم صحبت میکنن در برنامه رسمی تلویزیون میگه ملیت‌های ایران، مجری‌ها هم که ماشاءالله خیلی باسواد تشریف دارن سوال نمیکنن اولا تعریف ملیت چی هست، تعریف ملت چی هست. و این شده بدبختی و به عبارتی مضحکی گفتمان ملی‌گرایی در ایران. و چون عرض کردم گروه‌هایی که انگوش گذاشتن سر ملیت تروریست از آب در اومدن و هوادار تروریسم از آب در اومدن و بعدش پشت سر خمینی را افتادن، از نو یه گروه های دیگه به بهانه ملت و ملیت را افتادن که ما چیکار میخوایم بکنیم؟ دفاع از حقوق ملت ها بکنیم. یواشکی تاریخشون رو بررسی بکنید، هوادار تروریسم هستن. پس در واقع هویت ما رو هم میخوان ترور بکنن. و من تصور میکنم آب در هاون کوبیدنه و به قول شادروان دایوش همایون مشت بازی با سایه است و من فکر نمیکنم به جایی برسه. در تایید سخنان شما و دیگر سخنرانان باید اضافه بکنم که فدرالیسم واقعا بهانه‌ای بیش نیست برای به اصطلاح هویت طلب‌ها و مقدمه جدایی. بیشتر کشورهای جهان هم فدرال نیستن. کشورهای فدرال جزو اقلیت هم، خیلی هاشون هم دیکتاتوری و عقب موندن و کاری هم به دموکراسی ندارن. آقای غنی‌فرد گرامی، شاید بعدم سوال بعدی رو با خود شما شروع بکنم. برای گزینش بهترین روش اداره ایران و بهره‌مندی از توان همه شهروندان برای پیشرفت، باید به تاریخ و درس‌های کشورمون مراجعه کنیم یا به الگوهای بیگانه پناه ببریم؟ اجازه بفرمایید یه پارتی بازی بکنم. به عنوان کسی که در نروژ زندگی کردم 2-3 سالی، در
قبل از واقعه تروریستی 11 سپتامبر 2001 به نظرم نروژ الگوی مناسبی برای ما هست که برای آینده خودمون در نظر بگیریم. یعنی شما نروژ رو در نظر بگیرید یک کشوری است که در واقع به نظر شخصیم، یعنی تجربه شخصیم، مهد دموکراسی اروپا است. من فرانسه رو مهد دموکراسی اروپا نمی‌بینم. حالا بعضیا معتقدن که نخیر اینطوری نیست. حالا من نظر شخصیمه و آزادم اینو بگم. فکر می‌کنم الگوی نروژ برای ما مناسب هست که ما یک دموکراسی پارلمانی داشته باشیم و پارلمان تصمیم بگیره. برخی از این افراد هویت‌گرای ما، حالا بعضیشون هم واقعا بی‌آزارن تفلک‌ها، ولی خب وقتی حرفی میزنه من خندم میگیره سر یه چیزی که هی میگن ما به زبان خودمون بریم درس خودمون رو بخونیم. دوستان میدونن بنده سنندجی هستم، چطوری میشه درس مثلثات و جبر رو به زبان کردی لهجه سنندجی به من درس بدین؟ اینو به من بگین، من حرفی ندارم. من که کردی مطمئنن از همه دوستانی که در اینجا هست بهتر هست. آیا من کرد میتونم به همه ایرانیا بگم لطف فرموده مثلا هایده و محسی و شهرام ناظری رو به بنده پس بدین؟ مثلا همچین چیزی هست؟ نه، اینا جزء موسیقی ملی ما هست. فرض بفرمایید افرادی که در ساواک فعالیت کردن، به ایران خدمت کردن، مثل مرحوم عیسی پژمان، مثل جمشید امانی، یا افرادی که در ارتش ایران بودن و خدمت کردن، یا افرادی که در مجلس ایران و پارلمان ایران بودن، مثل امان الله خان اردلان، مثل مرحوم یحیی صادق وزیری، افراد خوشنام، قاضی خوشنام، آیا من میتونم تاریخ ایرانی قیچی دستم بگیرم با یه موچین این افراد چون کردن به من پس بدین؟ خب این نشونه بیماری فکریه و من واقعا نمیتونم این کارو بکنم. پس وقتی که نشد هست، من چه تاریخ جعلی برای خودم بسازم که بگم زیر بار این پرچم جعلی، تاریخ جعلی، یه های های را بندازم؟ چیه والا من میخوام فدرالیست بشم. خب حضرات آقای فدرالیست، الگوی شما چی هست؟ الگوی من نروژ بود، میگفتم برای آینده ایران به نظر من نروژ جای مناسبی هست. برای شما چه الگویی دارید به نسل جوان بدین؟ اگر الگوتون کانادا هست، فوراً میگن زبانم لال، یعنی اصلا نمیخوان قبول کنن که خیلی خوب باش، مگه نمیگید الگوی فدرالیستی؟ بریم سراغ کانادا. قبول دارید قانون کانادا رو؟ میگن نه. خب این قانون فدرال شما چیه؟ عراق مثلا، لیبی هست مثلا، یا کجاست؟ یمن جنوبیه مثلا، چه جایی هست که شما دوست دارید این فدرال یه الگو به من بدین؟ بگید آقا ما دنبال این الگو رو میافتیم. الان من خدمتتون عرض کردم که الگوی نروژ الگوی مناسبی است. تاریخش مشخصه، همه چیز معلومه، سیستم سیاسیش معلومه، ولی خب این دوستان ما متاسفانه دنبال چیزی هستن که من معتقدم خودشون هم نمیدونن که الگوشون چی هست. و این در واقع من معتقدم به تاریخ منگه مراجعه بکنیم و یه الگوی مشخص داشته باشیم، چراغ راهی است در فراز آینده. سپاس از شما. آقای نظر شما چیه برای گزینش بهترین روش اداره ایران و بهره‌مندی از توان همه شهروندا و پیشرفت؟ باید به تاریخ و درس‌های کشورمون مراجعه کنیم یا به الگوهای بیگانه پناه ببریم؟ خب ببینید، ما یک روندی رو گذروندیم تا به حالا رسیدیم. ما چیزی رو پس از مشروطیت از دست دادیم که عنوانش همون مالکیت هست، مالکیتی که در مشروطه به ملت ایران برگشته بود و ملت ایران بود که مالک خاک و منافع ناشی از اون بود و سرزمین و به نام دقیق قلمرو کشور ایران رو در اختیار داشت. در دوران جمهوری اسلامی زیر قانون اساسی این حکومت بربرها این امور به حاکمیت الهی تعلق گرفت و حاکمیت الهی هم خب چون در دسترس نیست، این به آخوندها منتقل شد و به هر حال اینها نایب دست الهی هستند و در طبق قانون به خودشون این حق رو میدن که این کار رو انجام بدن. بنابراین هستش که لغو مالکیت حتی در بخش‌های خصوصی هم از سوی آخوندها و این نظام اسلامی به راحتی انجام میپذیره و زیر عنوان‌های گوناگون فقهی از شما سلب مالکیت میشه. بنابراین شعارهای اصلاح طلبانه هم که در دوران همین جمهوری اسلامی داده میشد، همین ایران برای همه ایرانیان و اینها صرفاً شعار هست و در دوران جمهوری اسلامی به دلیل اینکه اصلا شما مالکیت واقعی ندارید بر سرزمین
و سیستم قانون اساسی هم یک نوعی از مالکیت در واقع مشروط رو به شما واگذار میکنه، این حق بر قلمرو ایران هم از شما سلب شده و شما اون توان مالکیت فرمان روایانه که دارای حق بر ساخت نظام قضایی، داوری، اداره کشور، پارلمان و به همه اینها باشه ندارید. اون حرفی که آخوندها میزنن در مورد نمایشی و زینتی بودن انتخابات هم از اینجا میاد، به خاطر اینکه ما سه سطح از حقانیت رو داریم. یک حقانیت الهی است در جمهوری اسلامی که صرفا از آن خداوند هست، یک سطح از حقانیت مذهبی است که مشروعیت به معنای شرعی بودن و فقهی بودن رو به جمهوری اسلامی میده و سازگاری اون رو، و سطح دیگه مقبولیت است که حالا در میان گزینه‌های مشروع که حقانیت الهیشون در واقع سرتیفای شده و پذیرفته شده، مردم حالا کدوم رو انتخاب میکنن. ما توی یک همچین سیستمی هیچ گونه ای از مالکیت بر کشور و اینکه کشور مال ملت ایران باشه و هویت ملی به مفهوم حقوقی خودش و مدرن خودش به رسمیت شناخته بشه نداریم. و واقعیت هم اینه که ما نیاز داریم در پس از برپایی دموکراسی و در فردای از بین رفتن جمهوری اسلامی، هنگامی که در پارلمان روی زمین وارد حرف میشیم، وارد گفتگو و اندازه‌گیری میشیم، مترهامون رو دستمون میگیریم، اون موقع استش که میتونیم فکر بکنیم که ما میان شهرهای گوناگون تجربه‌ای که روی زمین واقعی داریم برای چه میخوایم کاری انجام بدیم. در برخی وقتها دوستانی میان میگن که خب ما بر اساس امکانات و اینها میایم و خطکشی میکنیم زمین رو. این باز یک نگاهی از بالا هست که شما میایید از بالا یک منطقه‌ای که گمان بکنید همکنون دست استان یزد هست، این رو اندازه‌گیری میکنید، فکر میکنید که این دارای ویژگی‌هایی هست برای یک مزرعه آفتابی. خب این رو میخواید چیکارش بکنید؟ حالا این رو متوجه شدید، میخواید بدیدش به اصفهان یا بدیدش به سمنان یا بدیدش به یک استان دیگه. یعنی اینکه این تقسیم رو یا اینکه یک چیزی رو به یکی بدید یا ازش بگیرید رو بر چه اساسی انجام میدید و از بالا چگونه میخواید این کار رو انجام بدید، هیچ راهی براش پیدا نکرده. به هر روی این شهرها، ببینید ما یک نظام تمدنی داریم که بر بنیاد همین شهرنشینی هست و یک جانشینی با خودش پلورالیزم و اون رفتارهای جمعی و اون ثروت محلی و همه اینها رو با خودش میاره. مسئله اینه که اینها رو شما بتونید بشناسید، سامان بدید و در هر منطقه اینها رو لیست بکنید، نه اینکه از نو بخواید بسازید و از نو وایسید بگید خب ما اینجا یک منطقه بی آب و علفیه یا یک منطقه بکریه، ما شهر رو از نو میخواییم اینجا بسازیم. ما با چنین چیزی در ایران قطعا روبرو نیستیم. یک روابطی هزاران ساله اونجا وجود داره، شهرهای ما با پیشینه های هزاران ساله داریم. بنابراین اینکه شما بخواید دست ببرید در تغییرات بدید در تقسیمات کشوری به این سادگی ها نیستش. ولی البته ما همیشه میتونیم از تمام کشورها یاد بگیریم، بیاموزیم و راه اشتباه رفته دیگران رو تکرار نکنیم، بفهمیم که کجا اشکال داره. این هم که ما اگر که بریم دموکراسی را بندازیم حتما پیروز خواهیم شد یا ما در برابر جمهوری اسلامی پیروز خواهیم شد، این شعار هستش. اگر ما ندونیم به کجا میریم و با روش‌های اشتباه بریم، میتونیم باز پیوسته و پیوسته شکست بخوریم. در این بخش این رو با این پایان میدم که ما یک بار این خطا رو انجام دادیم از نگر ملی و بهاش رو الان 40 و اندی سال هست داریم میپردازیم که در یک گام به عقب رفتیم و نظام دینی و مذهبی وحشتناک اسلامی رو سر کار آوردیم. پس میتونیم یک گام دیگه از اون هم پستر بریم و وارد دوران فئودالی و قوم‌مدارا بشیم. این رو دست کم نگیریم و جدی بیم. ما با در دو جبهه می جنگیم، جبهه جمهوری اسلامی، جبهه واپسگرایان، و ما در جبهه دموکرات ها باید حواسمون بیشتر از این جمع باشه. ممنونم از وقت. سپاس از شما. آقای دکتر بهزادی، نظر شما چی هستش؟ درود بر شما. ببینین ما هر دو، ما هم ببین ما کشورداری رو خب داشتیم و 3000 سال هم داشتیم، ولی دموکراسی در ایران هیچ وقت به مفهوم
حکومت قانونی وجود نداشته. امیدوارم دوستان بعضی از هموندان وضعیت نشن، ولی واقعا ما دموکراسی لیبرال رو نداشتیم. اونو میتونیم از کشورهای دیگه بیاموزیم، تجربه آنها. هیچ مسئله ای نیست که اگر ما از دیگران یاد بگیریم یه سری چیزا رو با فرهنگ و کشورداری که خودمون داشتیم اونو در کشورمون به وجود بیاریم. وقتی از دموکراسی لیبرال صحبت میشه، لیبرالیسم به معنای آزادی‌های فردی خودش محدود میشه به قوانین حقوق بشر. وقتی صحبت از دموکراسی، این دوتا با همه، یعنی بدون هیچ نمیتونیم بگیم یکی بدون دیگری. دموکراسی و رأی دادن دموکراسی فقط ابزاره، میتونه به دیکتاتوری اکثریت بیانجامه. مثال میزنم خیلی سادهش کنیم، اگه 51% آدم خور باشن، 49% نباشن، 51% نمیتونن بگن ما اون 49% میخوایم امروز آب گوش کنیم. انسان ها در لیبرالیسم با یه سری حقوق بود به دنیا میان که این حقوق رو هیچ اکثریتی نمیتونه ازش بگیره. این آزادی هایی که ما درست نگم، ما میخوایم به این ساختار سیاسی برسیم. خب در ایران وجود نداشت، ما میتونیم از کشورهای دیگر بیاموزیم، حالا چه از نوع میگم شکل حکومت جمهوری یا پادشاهیش باید کنار بره. ما اول باید به دموکراسی لیبرال برسیم در اون کشورمون و میتونن از کشور دیگه بیاموزیم. تجربات اونا صدای 17 18 اروپا برای ما خیلی میتونه آموزنده باشه. همونطور که آقای قانیفر فرمودن، حالا نروژ بود، یکی ممکنه بگه انگلستان، یکی ممکنه بگه آقا من جمهوری خواهم آمریکا یا فرانسه، ولی در کل همه اینها در یک ساختار سیاسی لیبرال دموکرات زندگی میکنن. ما اینو از غرب میتونیم بیاموزیم، ولی خب کشورداری فرهنگ خودمونه. فراموش نکنه نیشن استیت رو در طور ابتداییش رو ما در ایران داشتیم، غرب در سده 17 بهش رسید، ولی اونها به جاهایی رسیدن که ما متاسفانه در اون سده متاسفانه داشتیم برای فتح‌علی‌شاه سرسره درست میکردیم، ولی اونا آدمایی مثل ولتر و مونتسکیو و هگل و اینا رو داشتن. مسئله نیست بیاموزیم از اونا و انجام بدیم. و در آخر باید اون تبعیض، ببینید الان صحبت روی فدرالیسمه، در اون تبعیض که بین افراد خودی و غیر خودی میشه اونو باید از بین ببریم. اون که از بین بره، همه افراد از نظر حقوقی برابرن در اون چارچوب فدرال، در چارچوب لیبرال دموکراسی که حالا از غرب میگیریم در کشور ایران. سپاسگزارم. سپاس از شما خانم جشنی، خوشحال میشیم نظر شما رو بشنویم. صدای شما قطع هستش. بله، طریق هاست بسته شده بود. من فکر میکنم که از هر دو الگو میشه بهره برداری کرد. در نقاشی یک راهکاری، یه شیوهی ما داریم که یکی از اساتید خیلی قدیمی من همیشه میگفتش که هنرمندی میتونه موفق باشه که محلی فکر بکنه و جهانی تکنیک رو انجام بده. من فکر میکنم شیوه حکومتداری هم در حقیقت میتونه به نوعی با این گفته مطابقت داشته باشه. عدم تمرکز به صورت اداری و به صورت ایالتی میتونه برای ایران یک، همینطور که در قانون مشروطه اومد، یک آپشن خوبی باشه که به هر صورت مسلماً در منطقه‌ای که مثلا اکثر کسانی که سنی هستن نباید که مثل شرایطی که الان هست یا امام جمعه اون منطقه رو بیان مثلا یه شیعه انتخاب کنه مرکز بذاره اونجا. یه سری چیزهای اداری میتونه به صورت منطقه‌ای انجام بشه و به قول معروف فرماندار، استاندار، کسانی که اونجا قرار هستش که شیوهی رو، جایی رو اداره بکنن، نهادی رو و حال مرکزی رو اداره بکنن، میتونن که از دل اون مردم باشن، شناخت داشته باشن نسبت به اون قسمت، بدونن که اونجا چه شیوهی و چه روشی رو میتونن به کار ببرن. اما در مجموع برای اداره حکومت و برای شکل حکومت به صورتی که عموم مردم و ملت توافق بکنن، ما میتونیم که از الگوهای غربی و الگوهای کشورهای پیشرفته استفاده بکنیم.
من هم فکر میکنم که نروژ یکی از کشورهایی باشه با توجه به تاریخ و پیشینه ایران میتونه الگوی بسیار مناسبی باشه برای آینده ایران و همینطور شیوه اداره پارلمانی با توجه به گستردگی جغرافیای ایران میتونه باز هم یه مدل بسیار مناسب برای این کار باشه. البته این نظر شخصی من هستش. سپاس از شما.